پرتاب ماهواره ظفر که قرار بود به مناسبت سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی در مدار زمین قرار گیرد شکست خورد. موتور موشک درست عمل نکرد و ماهواره در اقیانوس هند سقوط کرد. جمهوری اسلامی ایران یک شنبه 20 بهمن پس از تأخیر یک هفته ای اقدام به پرتاب ماهواره با موشک سیمرغ از سایت فضایی خمینی واقع در استان سمنان کرد، اما 9 دقیقه بعد از استارت در حالی که موشک حدود 500 کیلومتر از زمین فاصله گرفته بود به سرعت مورد نظر برای ادامه مسیر نرسید و به زمین سقوط کرد. احمد حسینی سخنگوی بخش فضایی وزارت دفاع با اعلام اینکه موشک به سرعت مورد نیاز جهت تزریق ماهواره در مدار مورد نظر نرسید گفت در مأموریت پرتاب ماهواره ظفر توسط ماهواره بر سیمرغ همه فرایندهای پرتاب فضایی از قبیل مونتاژ مراحل ماهواره بر و ماهواره، تست های پیش پرتاب، تزریق سوخت و پیش فشار گذاری به طور کامل به انجام رسید. فرایند پرتاب و استارت موتورهای مرحله یک ماهواره بر و جدایش مراحل و استارت موتور مرحله دو به درستی انجام شد، اما در انتهای مسیر ماهواره بر به سرعت مورد نیاز جهت تزریق ماهواره در مدار مورد نظر نرسید. وی همچنین ادعا کرد بخش قابل توجهی از اهداف تحقیقاتی مد نظر از این پرتاب محقق شده است و داده های تلمیتری از فرایند پرتاب به طور کامل احصا گشت که با تحلیل این داده ها و تطبیق عملکرد زیر سیستم ها با طراحی انجام شده بهینه سازی های لازم جهت پرتاب آتی انجام خواهد شد. محمد جواد ظریف سال گذشته بعد از شکست پروژه های فضایی جمهوری اسلامی احتمال داد خرابکاری آمریکا سبب این شکست ها شده باشد. محمد آذری جهرمی که از یک هفته قبل از پرتاب این ماهواره برای آمریکایی ها رجز می خواند و با هشتگ آینده روشن است و لباس فضانوردی کارناوال کودکان تبلیغ می کرد پس از شکست ظفر در توییتی نوشت دوست داشتم با خبر خوب شما را خوشحال کنم، اما گاهی زندگی آنطور که بخواهیم پیش نمی رود. پرتاب ماهواره ظفر توسط ماهواره بر سیمرغ موفقیت آمیز نبود. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل نیز در توییتی نوشت رژیم ایران امروز در پرتاب ماهواره بر ناموفق بود، همان گونه که در ارسال سلاح به سوریه و لبنان ناموفق است، زیرا ما همواره آنجا اقدام می‌کنیم. حتی این روزها صفحه رسمی وزارت خارجه اسرائیل در توییتی کنایه آمیز به شکست پروژه موشکی فضایی رژیم ایران واکنش نشان داده و با هشتگ انتقام سخت نوشته است احتمالاً زیپ لباس ابداعی فضانورد به پدال ترمز موشک ماهواره بر گیر کرده بود. آذری جهرمی در همین ارتباط در پاسخ خبرنگاران گفت ماهواره ظفر به مدار 540 کیلومتری رسید، ولی از آنجایی که برای قرار گرفتن ماهواره در مدار نیاز است که به سرعت 7400 کیلومتری برسد، ماهواره بر به این سرعت لازم نرسید. آذری جهرمی در ادامه افسود در پرتاب ماهواره پیام دلیل ناموفق بودن آن مدار الکترونیک بوده است، ولی در ماهواره ظفر اشکال از موتور ماهواره بر بوده است. این امر موجب شد که ماهواره دچار افت سرعت شود و در نتیجه در مدار قرار نگیرد و در اقیانوس هند سقوط کرد. به گفته آذری جهرمی این ماهواره در دو نسخه ظفر 1 و ظفر 2 طراحی شده است. ماهواره ظفر 2 در خرداد ماه سال آینده پرتاب خواهد شد. طبق گفته وزیر ارتباطات جمهوری اسلامی موتور موشک ناقص عمل کرده و سرعت کمتر از سرعت لازم بوده است. یادآوری می شود نباید دانشمند فیزیک بود تا دانست موضوع اصلی و اهمیت محاسبات پرتاب ماهواره بر در همین سرعت است. شکست چند باره پرتاب ماهواره بر و سقوط ظفر در اقیانوس هند با واکنش‌های زیادی میان کاربران توییتر مواجه شده است. گفتنی است فیلمی از لحظه پرتاب موشک
در تلویزیون جمهوری اسلامی پخش شده که گزارشگر با آب و تاب آن را نماد خودباوری دانسته و پیش از آن هم شمارش معکوس پرتاب را به جای آنکه معکوس بشمرد تا 11 شمرده بود که موشک پرتاب شد. در شهریور 1398 دفتر کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه‌داری آمریکا اوفک، پژوهشگاه هوافضا، سازمان فضایی و مرکز تحقیقات فضایی ایران را تحریم کرد. آمریکا می‌گوید رژیم ایران تحت پوشش فعالیت‌های فضایی موشک‌های بالستیک تست می‌کند.